حکیم الله محسود رهبر گروه طالبان پاکستان بود او پس از کشته شدن بیت الله محسود رهبری این گروه را گرفت حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی روز جمعه این رهبر شناخته شده طالبان را در وزیرستان شمالی هدف قرار داد این حمله در حدود پنج کیلومتری شمال شهر میرانشا مهمترین شهر در این منطقه صورت گرفته است گفته شده است که حداقل پنج تن دیگر نیز بر اثر این حمله کشته شدند. آگاهان در هرات به این باورند که این رهبر شناخته شده طالبان پاکستان با طالبان افغانستان نیز ارتباط نزدیک داشته است و با کشته شدنش احتمالا تأثیر روی امنیت افغانستان نیز خواهد گذاشت سعید حقیقی روزنامه نگار در هرات گوید حکیم الله محسود شخصی بوده که طالبان را عملا در جنگ با نیروهای ناتو کمک میکرده است بنان کشته شدن این فرد مشهور طالبان بر ساختار طالبان در مرز دو کشور تاثیرگذار خواهد بود. حکیم الله مسعود بسیار رابطه نزدیک با سران و رهبران طالبان افغانستان داشت و دارد. این گروهی که با او وابسته هستند این رابطه را حفظ کردند. وقتی چنین فردی بیرون میشه از بازی بدون شک اثرات از می میتونن حس کرد و این در مدیریت و در سازماندهی و در عملیات هایی که نقش بسیار بارز را حکیم الله بازی میکرده خب این میای تضعیف میشه بدون شک اثرات از می توان دید در وضعیت افغانستان و در منطقه اما انتظار این که این پایان قضیه باشه چنین چیزی متصور نیست دولت آمریکا برای کشتن حکیم الله محسود 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود دولت این کشور این جایزه را پس از آن تعیین کرد که هفت مأمور CIA بر اثر حمله انتحاری در افغانستان کشته شدند گفته می شود مسئول این حمله انتحاری آقای محسود بوده است چند ساعت پس از آن که در منطقه وزیرستان پاکستان گزارش شد که حکیم الله محسود رهبر طالبان این کشور در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی کشته شده کاخ سفید گفته است اگر این خبر درست باشد ضربه جدی به این گروه وارد شده است در پی کشته شدن حکیم الله محسود در سراسر سر پاکستان نیروهای امنیتی به حال آماده باش در آمدند. در موارد قبلی طالبان با حملات تلافی جویانه به کشته شدن رهبرانشان واکنش نشان دادند. در پی کشته شدن حکیم الله محسود اعتراضات در نقاط مختلف پاکستان برپا شده است. آگاهان در هرات میگویند پس از کشته شدن حکیم الله محسود امکان دارد طرفداران او به منظور تلافی دست به حملات تخریبکارانه در پاکستان و یا هم افغانستان بزنند امکان داره برای یک مدت عملیات های انتقام جیانی از تحریک طالبان یا از جناه همکار دگی از اینها القاعده و اینها در درون افغانستان صورت بگیره و بعد صورت بدون تاثیر سر مسائل بد امنی که در داخل افغانستان وجود داره کشته شدن از این هم در این هم در داخل پاکستان میتونه یک سلسله تحرکات علیه دولت پاکستان اینا ایجاد بکنه گفته می شود جنازه حکیم الله محسود رهبر مشهور طالبان پاکستان در یک مکان نامعلوم امروز به خاک سپرده شده است شورای مشورتی طالبان پاکستان هم فورا خان سید را با عنوان جانشین حکیم الله محسود رهبر پیشین این گروه انتخاب کرده است بر اساس گزارش های دریافتی خان که به سجنا هم معروف است از فرماندهان طالبان پاکستان به شمار می رود. دولت پاکستان حمله های هواپیما های بدون سرنشین آمریکا را نقض تمامیت ارزی خود می داند و آنها را محکوم کرده است. حملات این گونه هواپیما ها باعث بروز تنش های در روابط دو کشور شده است.